در خدمتتون. در ماجرای فکوری، صانعه هواپیمای فکوری، یه مسئله همیشه توجه منو جلب میکنه و در میان همه این کسایی که در اون هواپیما شهید شدن، یک آدم دیگه هم بود که هیچ وقت هیچ جا ازش اسمی برده نشده، سروان خلبان مهرزاد مستشاری، خلبان F5 بود و من نمیدونم به چه دلیل هیچ جا اسمی ازش نمیاد. ولی این از این نظر برای من جالبه که این در جلسه گذشته راجب گفتم که زندگی مثل یه فریوی میمونه که شما دارین میرین توش و بستگی داره به اون خروجی که میای ازش بیرون، یک محیط متفاوت و یه سرنوشت متفاوت پیدا میکنین. این داستان مرزاد مستشاری هم مصداق همین مسئله است. مرزاد مستشاری مأمور دسک اهواز بود. دسک میدونین که هم مخفف Direct Air Support Center هست که از اون در منطقه جنگی تشکیل میشه و نماینده همه نیروها هستن اونجا و جنگ محلی رو از اونجا اداره میکنن، که در اهواز بود و مرزاد مستشاری اونجا بود و شادروان جهانبر کامران هم اونجا بود. مرزاد اون روزی که این صحنه اتفاق افتاد، اون روز ماموریتش تموم شده بود. هواپیمایی که فکوری و همراهان رو میاره در اهواز می نشونه، پیاده میکنه، مرزاد مستشاری پای هواپیما بوده اونجا، میخواسته با همین هواپیما برگرده، سوار اون هواپیماش برگرده. فکوری وقتی از هواپیما پیاده میشه، مرزاد رو میبینه، میگه که اینجا چیکار میکنی؟ مرزاد میگه که من ماموریتم تموم شده، دارم برمیگردم، با همین هواپیما دارم برمیگردم. فکوری مچیشو میگیره، میگه نمیخواد، چه عجله ای داری، بیا با هم باشیم تا بعد از عصری که ما میخوایم برگردیم با هم برمیگردیم. و این آدم رو از پای هواپیما بر میداره، میبره با خودش. بعد عصری که برمیگشتن با اون هواپیما میان که دچار سانحه میشه و مهرزاد هم گشته میشه. یه همچین سرنوشت این آدم رو عوض کرد دیگه. به هر حال اون روز عصر وقتی که عملیات سامن الائمه بوده، تموم شده بوده، اینا هم سران ارتش رفته بودن اونجا که وضعیت جبهه ها رو بررسی بکنن و تصمیمات لازم برای عملیات بعدی بگیرن. و بعد شب با این هواپیمای 330 بعدی که اومده، با اینها داشتن برمیگشتن. همه در تمام طول پرواز هیچ اشکالی نداشتن. نزدیک مهرآباد که میرسن، درخواست لتان میکنن که میان در هولدینگ پترن، و وقتی که خلبان شروع میکنه به دیسند، دست گازا رو میکشه آیدل، صدای شبیه انفجار شنیده میشه و تاریکی مطلق و سکوت بر هواپیما حاکم میشه. فلایت انجینیر این هواپیما حدود 10,000 ساعت پرواز داشته روی این هواپیما 330. خلبان حدود 300 خورده ساعت پرواز داشته. وقتی که این اتفاق میفته، فلایت انجینیر چراغ قوه رو میندازه رو آلات دقیق، RPM چهار تا موتور رو نگاه میکنه و میبینه هر چهار تا صفر نشون میده، میزنه تو سرش، میگه بای، هر چهار موتورمون رفت. و خلبان به علت اینکه اعتماد کامل به فلایت انجینیر داشتن، ناخودآگاه در بست این گفته رو قبول میکنه. تو انگلیسی هم میگن he took it as granted. و توی پرونده این صانعه هست، ما با خلبان مصاحبه کردیم، فلایت انجینیر متاسفانه زنده نمون، و با همه کرو مصاحبه کردیم، ازشون میپرسیم که خب هر چهار موتور هواپیما رفت، شما اقدامی کردین برای ایر استارت؟ نه. تراتل رو جلو دادین ببینین موتور ها کار میکنن؟ نه. اینورتر رو روی بطری گذاشتین؟ نه. و بعدن هم که خب روی لاشه هواپیما هم تراتلا هنوز در حالت آیدل بود، سویچ اینورتر سویچ نشده بود. به هر حال خلبان براش مسلمه که هر چهار تا موتور رفته، برای اینکه آقای فلایت انجینیر اینطوری گفته. شروع میکنه دیسند و برای امرجنسی فورس لندینگ. مسئله جالب اینجاست که اون شب از اون شبایی بود که تاریکی مطلق بود، یعنی مهتابی در کار نبود و خیلی شب تاریکی بود، و چون لندینگ لایت هم نداشتن،
این هواپیما رو این خلبان توی بیابونای کهریزک بدون چراغ سالم به زمین میشونه و هواپیما رول میکنه یه مقداری. بعد از یه مقداری که رول کردش، یک خاکریز قنات سر راهشون بوده متاسفانه، که چرخ راست این هواپیما میره روی خاکریز قنات، هواپیما روی بال چپ میره، بال چپ از بیخ میشکنه و بنزینا میریزه و آتیش میگیره و کرو میتونن، یه تعدادی از کرو میتونن از اون دریچه داخل کابین بیان بیرون و بعضی ها هم از شکاف بدنشون قبل از اینکه آتیش کاملا همه جا رو بگیره میان بیرون. 98 سرنشین داشت این هواپیما، 80 نفرشون از بین میرن و بقیه 18 نفر زنده میمونن. مسئله که اینجا پیش اومد، مسئله حقایق علمی و شواهد علمی علیه گفته خلبان هست. خلبان میگه من صدای انفجاری شنیدم و بعد این اتفاق افتاد. همه میدونیم که وقتی که برق هواپیما میره، تمام پمپ‌های هیدرولیکی و غیر هیدرولیکی با برق کار میکنن، یعنی حتی کابین پرشریزیشن با پمپش با برق کار میکنه. وقتی که برق از بین میره، دیکامپرشن ایجاد میشه و همه کسایی که خلبانایی که پرشر چمبر رفتن میدونن که وقتی دیکامپرشن میشه، یک صدای شبیه انفجار یا پاپ شنیده میشه. ما همین فرض رو بر این گذاشتیم که خلبان درست میگه. یه تیمی خواستیم از هم، تیم فنی، گفتیم آقا کجای این هواپیما ما بمب بذاریم که چهار موتور با هم بره؟ همچین چیزی امکان نداره، برای اینکه چهار موتور 330 هر کدوم به طور مستقل عمل میکنن و هیچ ربطی به هم ندارن، مگر اینکه بخوام مثلا در چهار نقطه هواپیما بمب بذارن که هر چهار تا هم همزمان با هم منفجر بشه، که خیلی 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 بعیده این امکان. ضمن اینکه از متخصصین مواد منفجره خواستیم که آمدن و همه جای باقی مانده هواپیما رو بررسی کردن، هیچ اثری. میدونیم مواد منفجره همیشه یه رسوباتی از خودشون باقی میذارن، رزیدو میذارن که حتی سگای تعلیم دیده هم میتونن بو بکشن و پیدا بکنن. هیچ اثری از مواد منفجره در این هواپیما ما پیدا نکردیم. یک مسئله دیگه بی سوادی، حالا پشتر مرده میگن نه باید حرفت، ولی فلایت انجینیری که 10,000 ساعت پرواز داشت نمیدونست که RPM فقط در یک صورت ممکنه صفر نشون بوده، اون وقتی که برق بشنه، چون با برق کار میکنه. اگر موتور خاموش شده باشه، هنوز وین میلینگ داره، باد میچرخونه ملخو و یه چیزی بالای 12% باید RPM نشون بده، فقط صفر نباید نشون بده. ضمن این که خب اگه موتور رفته، چهار موتور اول، یکی از اولین آیدم های چکلیست اینه که ملخ رو فدر بکنن، برای اینکه ملخ تا وقتی فدر نشده هنوز میچرخه و زمین یه مقداری درگ ایجاد میکنه. هیچ کدوم از ملخ ها فدر نشده بودن، یعنی پروسیجر انجین فیلر رو انجام نداده بودن. هر چهار موتور رو شکافتیم. این موتور 330 توربین یه چیزی حدود 13,825 دور میزنه و ملخ 1028، یه ریشیو اینطوری، یعنی یه ریشیو حدود 13% دارن. برای اینکه وقتی اگر توربین از کار میفته، ملخ رو همچنان باد داره میچرخونه، این گیر باکس خورد نشه، یه سیستمی شبیه کلاچ تعبیه کردن که به محض اینکه توربین دورش از یه مقدار میفته، این دیسینگیج میشه، این کلاچ، یعنی موتور رو، توربین رو از گیرباکس جدا میکنه که گیرباکس صدمه نبینه. هر چهار موتور این هواپیما کلاچاش انگیج بود، در حالی که در محل صانعه بود هنوز انگیج بود، یعنی نشون میداد که تا آخرین لحظه موتورها کار میکرده، فقط کافی بود اینا تراتل رو میدادن جلو، فقط به همین سادگی. این صانعه یکی از عجیب ترین سوانه از این نظر که در این سادگی
یه جوری پیچیده بود. ای وای ای وای. این اولین کاری که خلبان میکنه معمولا اینه، معمولا دست گاز رو میده جلو. این که حالا این نمیدونم، حالا مثلا خب اگر این کار نکنی صداشون رو ضبط کردیم دیگه، صدای خلبان و کرور ضبط، نوار کاستش هست توی پرونده. بعد وقتی که هواپیمای ملخ‌دار وقتی که روی زمین به اصطلاح میشینن و سانحه براشون پیش میاد، ملخ اگه در حال گردش هست، همینجوری که میره جلو، ملخ به زمین که میگیره هر جایی یه ضربه به زمین میذاره، آثاری میذاره. با اندازه‌گیری این فاصله بین این ضربه ها و مقایسه با سرعت هواپیما که در لحظه لندینگ تقریبی میشه حد زد، میشه RPM تقریبی موتور رو پیدا کرد، که این هم دقیقا با کلاچ تطبیق میکرد و یه چیزی حدود 12% که آیدل موتور هست رو نشون میداد. بنابراین این دوتا عامل که با هم جمع میکنید دیگه هیچ جای شکی باقی نمیمونه که این موتورها تا آخرین لحظه کار میکردن. و اون شایعاتی که گفتن بمب گذاشته بودن، اگر هم بمب گذاشته بودن، این چه جور خرابکاریه که اگر اون قنات نبود، خاکریز قنات نبود، هیچ کس خون از دماغش نمیومد، همه سالم بودن اگر اون خاکریز قنات نبود. این چه جور خرابکاریه که اینقدر ناشیانه است؟ به هر حال ما نتیجه بررسیمون که اعلام کردیم، کسی اومد به من گفتش که آره در فلانجا دارن میگن که خلبان و کرو اصرار دارن که مجاهدین بمبگذاری کرده بودن توی این هواپیما و آقای فرغانی داره میخواد ماسمالی کنه این جریان رو. و یه چیز دیگه، چه نیازی داری؟ میدونی رو اون روزا از اینجور شایعه برای همه می ساختن دیگه. بعد توی هواپیما هم یه سری تابوت از شهدای جنگ داشتن می آوردن که بعضی هاشو که باز کردیم هنوز نارنجک به کمر جسد بود و اینا هم مثل این رو مدرک می داد، در حالی که هیچ کدوم از نارنجک ها منفجر نشده بود، جسد ها تو تابوت سالم بودن. این وقتی این مسئله رو به من گفتن، من توی گزارشم پیشنهاد کردم که به دلیل اهمیت این واقعه پیشنهاد میکنم که از یک کشور دوست و برادر تیمی دعوت بشن و بدون اینکه اطلاعات ما رو بهشون بدن اونها دوباره بررسی بکنن، که خوشبختانه از کشور پاکستان دعوت کردن و یک جنرال خلبان که رئیس امنیت پرواز نیروی هوایی پاکستان بود با یه تیم متخصص فنی 330 اومدن و این داستان رو بررسی کردن و دقیقا نتیجه بررسی هاشون با ما تطبیق میکرد. بعد در این مرحله حالا یه جوری موضوع برعکس شد، یعنی حاکم شهر میخواست که، یعنی قصد اینو داشت که خلبان رو محاکمه و حتی حکم اعدام بهش بدن، به خاطر اینکه میگفت سهل‌انگاری این شخص باعث از بین رفتن سران کشور شده. که من با ایشون صحبت کردم، گفتم در زندگی پروازی هر کسی ممکنه اشتباه بکنه و اشتباه خلبان مسلما به بهای جون یکی تموم میشه. فرق خلبان با بقیه اینه که کسی که رانندگی میکنه اگه اشتباه بکنه جون خودشو به خطر انداخته، ولی خلبان اشتباه بکنه مسلما جون یه عده دیگر هم به خطر میندازه و این اشتباه همیشه که نگاه گاهی اتفاق میفته. و بعد برای اینکه بیشتر این مسئله روشن کنم، از ایشون خواهش کردم که با من بیام بریم تو سیمولیتور 330 پرواز بکنیم، که رفتیم تو سیمولیتور 330 و یکی از معلم خلبانای 330 هم بود و من یواشکی بهش گفتم که هر چی توربولانس و تاندر استورم و هر چی داری بریز روی دایره دیگه. خلاصه چنان توربولانس واقعا سیمولیتور 330 هم خیلی پیشرفته بود، رعد و برق و تاندر استورم و توربولانس اینا. خلاصه این دوست حاکم شهر ما خیلی وحشت کرده بود اصلا تو هواپیما، و وقتی اومدیم بیرون گفت حق دارین شما، اشتباه ممکنه پیش بیاد. و من در واقع جون خلبان رو نجات دادم، ولی هنوز که هنوز ایشون روز حرف خودش هست و به مدارک علمی و فنی هیچ توجهی نداره.
این بود داستان. ایشون در هواپیما بمب گذاشتن، بعد اثرات بمب میشه، خب میشد اونجا متوجه شد که حالا این بمبا معمولا باید توی بگه توی اون قسمت چیز کابین باشه یا توی زیر هواپیما. بالاخره هر جای این هواپیما بمب میذاشتن باعث این نمیشد که 4 تا موتور هواپیما از بین بره. مطلب